دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی اینجا در استودیو. من آقای دکتر، درباره خطرات یا حالا مضرات گوشت‌های فرآوری شده خیلی گفته شده. اینی که الان تأکید شده فکر میکنید که چقدر میتونه واقعا مفید واقع بشه؟ درسته. هدف این گزارش دادن توصیه به افراد جهت داشتن یک رژیم غذایی متناسب و کشورها جهت سیاست گذاری تو این امر هست. حالا ببینید رژیم غذایی متعادل چیه؟ در رژیم غذایی یک شخص باید کربوهیدرات، پروتئین و چربی حضور داشته باشه. 50% از کالری مورد نیاز باید از طریق کربوهیدرات تامین بشه، 30% چربی، 20% از طریق پروتئین باید تأمین بشه، که این آمار، این اعداد در مورد ورزشکاران متفاوت خواهد بود. بله. حالا فرآورده‌های گوشتی مثل سوسیس و کالباس واقعا میزان خطرشون چقدر هست؟ آیا میشه گفت که مواد مضری هستن و باید ازشون اجتناب درسته. بشه؟ تو این گزارش گفته شده که مصرف 50 گرم بیکن که یک محصول فرآورده شده هستش، 18% خطر سرطان روده رو افزایش میده. در مورد مصرف سایر گوشت‌های قرمز در واقع شواهد و مدارک خیلی کمی وجود داره که امکان داره اون هم بتونه این رو افزایش بده. منتها اون چه مسلمه، گوشت قرمز جزء اصلی رژیم غذایی ما هستش. یعنی اون فوایدی که گوشت قرمز داره، داشتن ویتامین‌های مثل B12، داشتن آهن و روی رو نمیشه منکر شد. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که مصرف گوشت قرمز توصیه میشه که کم بشه و اون چیزی که مسلمه نباید قطع بشه. وقتی میایم مقایسه میکنیم عواملی که سبب سرطان روده میشه، اون چیزی که در واقع در رأس هرم قرار داره مصرف سیگار هستش و الکل هستش. دقیقاً وقتی که حرف از سرطان میشه، خیلی ها ممکنه که ذهنشون بره طرف سیگار یا حالا بعضی از چیزهای دیگه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا آیا مصرف گوشت‌های فرآوری شده میشه مثلا مقایسه بشه با سیگار یا مثلا زیاده روی در نوشیدن الکل؟ اصلا قابل مقایسه نیست. در واقع آماری که گفتن میزان مرگ و میر در اثر سرطان در اثر سیگار 1 میلیون نفره تو سال، در اثر الکل 600 هزار نفر هست و در مورد گوشت قرمز فرآوری شده فقط 34 هزار نفر هستش. اون چیزی که مسلمه در نهایت اون این پیام این گزارش اینه که هر چیزی مصرفش تو تعادل مناسبه. یه چیزی بخوام یادم بگم، علت این که گوشت های فرآوری شده خطرناک هستن و سرطانزا هستن، مواد افزودنی هست که بهشون طعم میده و اونها رو نگه میداره. گفته شده گوشت قرمز رو هم اگر در دمای بالا تخم بکنیم که در واقع باربیکیو بکنیم، اون هم میتونه خطرناک باشه. متشکرم از دکتر حامد صالحی، پزشک و همینطور مدرس پزشکی اینجا در استودیو.